میرسیم به مبحث 411, 422 و حالا الاخر اولش که آدم این اصطلاح رو میشنه فکر کنم یه سیستم تو فوتباله 352 و 442 ایناست ولی واقعیت اینه که یه در واقع کلک برای کم کردن حجم اطلاعات که توی این قسمت ما با هم میبینیم به صورت ذاتی چشم انسان خیلی خیلی به تغییرات سیاه و سفیدی بیشتر حساسیت داره تا به تغییرات رنگ اینجا من دو تا رنگ کاملا مشابه رو برای شما انتخاب کردم بار اول ما ده درصد تفاوت سیاهی و سفیدی بین این دوتا میبینیم این تصویر من که خاکستری رنگ تره الان از این یکی ده درصد خاکستریش بیشتره یا در واقع همون سیاهی و سفیدی رو میخوایم ما با هم تفاوتش رو ببینیم همونطور که شما می‌بینید وقتی من اینو روشن و خاموش می‌کنم شما کاملا تغییر براتون واضحه و کاملا می‌تونید بگید که کدوم خاکستری تر کدوم سفیدتر حالا همین کار رو با دو تا رنگ انجام میدیم این تصویر آبی بالای من با تصویر آبی پایینی من ده درصد تفاوت رنگی دارن اما همونطور که شما هم الان احساس کردید این تفاوت برای چشم ما خیلی تفاوت ناچیزتریه تا تفاوت این دوتا همونطور که گفتم علتش یه علت شاید بشه گفت ساختاری چشم ما حدود 35 میلیون تا سلول برای تشخیص رنگ داره هر سه تا رنگ روی هم مجموعا میشن تقریبا 30 تا 35 میلیون تا یعنی هم R که میشه رد، گرین که میشه سبز و بلو در حالی که 140 میلیون تا سلول داره برای تشخیص سیاهی و سفیدی البته خب این اعدادی که من میگم حدودیه توی هر آدمی ممکن تفاوت بکنه ولی حدودا اعداد به همین صورت هستن پس قاعدتا چشم شما سیاهی و سفیدی رو چندین برابر بهتر میتونه تشخیص بده توی شرایطی که اتاق تاریکه توی شرایطی که اتاق کم نور یا شما اگر از گوشه چشمتون به یه چیزی نگاه بکنید متوجه میشید که قلزت رنگ کمتری میبینید ولی سیاهی و سفیدی که میتونید تشخیص بدید تغییر نمیکنه این هم باز به همون علته یعنی در واقع تغییرات سیاهی و سفیدی بر ما از رنگ خیلی خیلی قابل تشخیص ترن اما با این توضیح چهار یکی یک و چهار دو دو اینا اصلا چی هستن؟ اجازه بدید من یه عکس دیگه هم براتون باز بکنم من اینجا یه تصویر دارم ما توی شرایطی که چهار پیکسل کنار همدیگه داشته باشیم همونطور که شما میدونید وقتی ما روی تصویر که دیجیتال هست خیلی زوم بکنیم به یه نقطه میرسیم که دیگه ما میتونیم پیکسل ها رو ببینیم به طور مثال اینجا ما دیگه میتونیم پیکسل ها رو ببینیم و تشخیص بدیم که مثلا این یه پیکسله این یه پیکسله این یه پیکسله سیستم 4.1.1 یک به این صورت هست که چهار پیکسلی که کنار هم هستند مثل این چهار پیکسل فرض کنیم الان چهار تا پیکسل اطلاعات سیاهی و سفیدیشون توی فایل کامل ذخیره میشه یعنی در واقع نرم افزار یا حالا دوربین دیجیتالی که شما دارین باش فیلم برداری میکنین هر پیکسل رو سیاهی و سفیدیش رو به صورت کامل ذخیره میکنه و میگه مثلا این پیکسل انقدر خاکستریه این پیکسل انقدر خاکستری این پیکسل انقدر خاکستری این پیکسل انقدر خاکستری اما دو تا یک بعدی چین دو تا یک بعدی کرومیننس ما هستن یعنی رنگ های ما یعنی در واقع از هر چهار تا پیکسلی که ما سیاهی و سفیدیش رو ذخیره میکنیم به ازای هر چهار تاش فقط یه دونه پیکسل رنگی داریم من اینجا اگر این تصویر رو برای شما بزرگ بکنم و شما ببینید الان ما فرض اگر بکنیم که این چهارتا تا رنگ کنار هم چهارتا تا آبی با تفاوت های خیلی خیلی کم باشن یعنی مثلا چهارتا تا آبی که تفاوت رنگیش رو با هم ناچیستره نرم افزار میاد این چهار رنگ رو برای ما فقط یه رنگ آبی در نظر میگیره یعنی شما فقط اگه من بخوام این دوتا رو با هم مقایسه بکنم به ازای این چهارتا تا پیکسل رنگی فقط یه پیکسل اطلاعات رنگ جاش ذخیره میشه علتش هم اینه که این کار حجم رو خیلی کم میکنه حجمی که باید گیگابایتی بشه به مگابایتی تبدیل میشه توی این عکس هم تقریبا همین اتفاق افتاده البته این با یه دوربین دیوی فیلم مداری نشده با یه دوربین عکاسی فیلم مداری شده ولی اگر من سچوریشن این عکس رو خیلی خیلی زیاد کنم شما میبینید که پیکسل های همجواری که رنگ هاشون با هم یکی شده کاملا قابل تشخیصن مثلا همه این پیکسل ها رنگشون با هم تقریبا یکی شده این چهار تا که اینجا این پیکسل هایی که اینجا با هم رنگ هاشون یکی شده یا مثلا تمام این پیکسل ها با هم رنگ هاشون یکی شده و حالا الاخر به همین دلیل تا جایی که شما میتونید اگر میخواید اصلاح رنگ های خوبی داشته باشید و اگر میخواید رنگتون خیلی خوب در بیاد از دوربین های دیوی که با فرمت 4.1.1 فیلم برداری میکنن حذر بکنید شما موقعی که یه تصویر به این بزرگی دارید اندازه رنگتون یک چهارمشه یعنی بقیهش سیاهی و سفیدیه که فقط قابل تشخیصه برای نرم افزار اگر شما قبلا کار کروماکی کرده باشید و پرده سبز یا آبی حذف کرده باشید حتما دیدید که تصاویر دیوی توی حذف پرده سبز و آبی فوق العاده ضعیف هستن و خیلی مشکل ایجاد میکنن باز علتش همینه چون اطلاعات رنگی شما ناقصه و خیلی از اون رنگ ها حذف شدن و به یه رنگ تبدیل شدن پس اگر شما میخواید کار اصلاح رنگ خوبی داشته باشید تا جایی که میتونید از دوربین های استفاده بکنید که چهار دو دو هستن به این معنا که این چهار تا پیکسل حداقل یه پیکسل نمیشن دو تا پیکسل نمیشن مثلا این دو تا پیکسل به یه همچین شکلی تبدیل میشن و این اتفاق باز خیلی بهتر از این اتفاقه که شما همه پیکسلاتون تبدیل به یه رنگ بشن میدونم ممکنه شما بگید که خب ما تو ایران داریم زندگی میکنیم اکثر دوربینای ما دیویه چی کار کنیم حالا نمیشه واقعا کاری کرد واقعیت اینه که شما تو زمانی که با دوربین دیوی هم کار میکنید و حالا مثلا با سیستم رنگ چهار یک یک دارید کار میکنید که رنگ های شما یک چهارم سیاهی و سفیدیاتون هستن باز هم میتونید اصلاح رنگ بکنید باز هم اصلاح رنگ توی کار شما فوق العاده موثر خواهد بود اصلاح رنگ کارتون رو میتونه خیلی بهتر بکنه میتونه خیلی از تصاویرتون رو واقعا فوق العاده زیباتر بکنه اما اگر دوربین شما دوربین HD مثلا دوربین های HD که 422 میگیرند یا دیجیتال بتا کم هست مسلما نتیجه اتفاق توی اصلاح رنگ دو برابر بهتر خواهد شد با این توضیح فکر کنم الان بر شما قابل تشخیص باشه که وقتی ما توی نرم افزار کالر رفتیم اونجایی که خواستیم تنظیم کنیم کودکمون رو و اگر خاطرتون باشه اینجا ما دیدیم که نوشته چهار دو دو و چهار دو دو این چهار دو دو به چه معنایی بود و در واقع این چهار دو دو منظور شاعر از این کلمه در واقع چیه اینجا یا سیستم فوتبال نیست خب امیدوارم اگر این موضوع رو نمیدونستید براتون یه مقدار جا افتاده باشه و به خاطر رضای خودتون به خاطر رضای خدا به خاطر هر کسی که دوست دارید اگر میخواید کال کار رنگی موفقی داشته باشید تا جایی که میتونید سعی کنید از دوربینی استفاده کنید که چهار دو دو باشه